روز 90 خانه یا آپارتمان؟ گفتگو. شهیاد، شما آپارتمان دارید یا خانه؟ گیسو، ما یک خانه ویلایی داریم. شهیاد، چه خوب، من قبلا یک خانه ویلایی داشتم اما برای من خیلی بزرگ بود. ما 4 نفر هستیم. قبلا که در آپارتمان زندگی می کردیم برای من کوچک بود، اما اینجا به اندازه کافی بزرگ است و هر کدام یک اتاق داریم. خانه بزرگ تمیز کردنش خیلی سخت است. آپارتمان کوچک هم جا به اندازه کافی برای وسیله ها ندارد. خب، هر کدام مزیت و معایب خود را دارند. لطیفه، روزی زن ملا در حال شستن لباس بود که ناگهان کلاغی صابون را برداشت و بالای درخت برد. زن ملا را صدا زد و گفت کلاغ صابون را برد. ملا گفت میبینی که لباس بچه کلاغ از ما سیاه‌تر است، پس او بیشتر به این صابون نیاز دارد. جمله های رایج: از چی ساخته شده است؟ اینجا سطل زباله است. اینجا پریز برق است. شعر: بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. مولانا. کلمه روز: بلا. بلا، معنی. مثال: سیل و زلزله بلایای طبیعی هستند. ضرب المثل: شتر دیدی ندیدی؟ هنگامی که شخصی مطلبی را بداند و نخواهند که به دیگران خبر بدهد به او میگویند شتر دیدی ندیدی، به این معنی که این راز را برای کسی نگو. پتش روی آب افتاد. هرگاه راز کسی فاش شود میگویند پتش روی آب افتاد، یعنی اسرارش فاش شد. گفتگو: گلبرگ، شنیدم دنبال آپارتمان میگردی. بله، اما دیروز پیدا کردم. آپارتمانت چطور است؟ 2 اتاق خواب دارد، آشپزخانه، کابینت و ظرفشویی دارد. دیوارها کاغذ دیواری دارند. طبقه چندم است؟ طبقه 4. اصطلاح روز: کنگر خوردن و لنگر انداختن. معنی: به طنز در مورد کسی که زمان زیادی در جایی یا منزل شخصی بماند میگویند. خواندن: قلعه رودخان
در جنوب غربی شهر فومن در استان گیلان قرار دارد. برخی از کارشناسان تاریخ ساخت قلعه را در دوران ساسانیان می دانند. دیوار قلعه 1500 متر طول دارد و در آن 65 برج قرار گرفته است. این قلعه در دورانی دیگر تجدید بنا شده و از پایگاه‌های مهم مبارزاتی بوده است. قلعه رودخان از دو بخش ارگ، محل زندگی حاکم و حرمسرای وی، و قورخانه، محل فعالیت‌های نظامی و زندگی سربازان تشکیل شده است. ارگ در قسمت غربی این بنا قرار دارد و جنس آن از آجر است. کلمات جدید: سطل، مزایا، زباله، پریز، نیمکت، جدایی، نیستان، بریدن، قفسه کتاب، نفیر، طول، جارو، ویلا، وسیله، وسیله، مزیت، پایگاه، دودکش، مبارزاتی، جنس، کاناپه، شومینه، آجر، کلبه، کارشناسان، اتاق خواب، نشیمن، آشپزخانه، پادری، حمام، نفوذ کردن.